অত <laughs> অগ <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردای خوب صنف نهم همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر امیدوار هستیم که امروز سراحال کتابچه ها و قلم خود را گرفته باشید و آمدید تا یک چیز جدید را یاد بگیرید خب شاگردای خوبم در ابتدا بریم به مرور نکات بسیار مهم درس گذشته خب شاگردان دقت کنید مشابه جلسات قبل نکات بسیار بسیار مهم در ها ما به صورت جمله های صحیح و غلط برای شما آوردیم با هم میخوانیم فکر میکنیم و جواب میدیم این نکته های امروز ما همه از سوالات کنکور سالای پیش آمده پس خوب خوب دقت کنیم تا اونا را یاد بگیریم و به خاطر بسپریم سوال اول انسان ها دو عدد شش دارن که شش سمت راست کوچکتر است کی میتونه جواب درست بگه؟ آفرین به اونایی که خوب درس گذشته را خواندن و دقت میکنن این جمله ما غلط است چرا این جمله ما و شما غلطه به خاطر از ای که شش سمت چپ کوچکتر بود او هم به خاطر حضور قلب پس این جمله, ما غلطه سوال دوم هنجره در ابتدای حلقوم واقع شده بله ای درست است در ابتدای حلقوم ما هنجره را داریم که دارای تنابای صوتی بود سوال سوم قسمت و ریه یازده سانتی متر قطر و دو و نیم سانتی متر طول دارد ای چی بود او شاگردایی که گفته ای جمله غلطه درست گفتن اینجا عددا درست آمده ولی جای طول و جای قطر عوض شده قسمت و ریه یا نای یازده سانتی متر طول و دو و نیم سانتی متر قطر داره که اینا اینا را جا به جا آمده بود سوال چهارم قسمت و ریه از بالا به برانش و از پایین به برانشیول ختم میشه اینجا باید دقت کنید اول شما جواب بگید که این صحیح است یا غلط آفرین این جمله غلطه چون قسمت و ریه یا نای از بالا به حلقوم و از پایین به برانش میرسه بعد برانشیول اما اینجا گفته از بالا به برانش و از پایین به برانشیول یک چیز دیگر هم شاگردان دقت کنید اینجی قسمت و ریه از پیش من اشتباه شده قین تایپ شده این مشابه قسمت رویه بالا با قاف نوشته باید میشد. خب سوال چهارم بعدی ما. مایه مخاطی سطح داخلی مجراهای هوایی نقش دفاعی داره. در دا داخل مجراهای هوایی مجراهای هوایی کجا بود؟ در دا داخل قسمت ریه در دا داخل برانش، در دا داخل برانش یولها. یک مایه مخاطی وجود داره که کار از او دفاع بدنه. بله این صحیح است؟ میکروب ها گفتیم دزی مایه مخاطی میچسبه و با صرفه از بدن خارج میشه یا همراه عدسه سوال بعدی محل اصلی تبادل گاز ها سطح برانشیول هاست ایچی صحیح یا قلطه؟ بازم آفرین به با اونایی که خوب دقت کرده ای قلطه چون سطح اصلی تبادل گاز ها در کیسه های هوایی هسته نه در برانشیول ها سوال آخر هوا به وسیله مویک, های بینی تصفیه میشه ای درسته، آفرین در داخل بینی مویک های ریزی وجود داره که هم هوا را از نظر گرد و قبار تصفیه میکنه و هم از نظر میکروب ها و مویرگ های خونی باعث گرم شدن هوا میشه پس اینجی مویک هسته خوب باید دقت کنید چون ممکنه مویرگ هم باشه اون مویرک دیگه هوا رو گرم میکنه تصفیه نمیکنه همه از سوال های امروز ما در سال گذشته در سوالات کنکور درس بیولوژی آمده بود که ما برای شما آوردم و شما انشاءالله او را فراموش نکنید شاگرده خوب ما در این فصل ما در رابطه با سیستم تنفسی میخواندیم در جلسه گذشته در رابطه با اجزای سیستم تنفسی آشنا شدیم حالا امروز ما و شما خود عملیه تنفس رو میخوانیم که یه عملیه تنفسی چی هست، چگونه انجام میشه و در چه جاهایی انجام میشه خب عملیه تنفس نفس کشیدن به چه معنیه شاگردا یک چیز خیلی ساده گرفتن هوا یا اکسیژن و رساندن اونا به ها و پس دادن کاربون دایوکساید پس دخول هوا به ها و خروج هوا از ششها را عملیه تنفس میگن عملیه تنفس شامل دو بخش است یکی عمل دم و یکی بازدم شما وقتی نفس میکشید یعنی عمل دم انجام دادید یعنی هوا را از محیط بیرون وارد ششها و های خودتان کردید و وقتی بازدم انجام میدین کاربون دایکساید را از بدن و ششها به محیط بیرون بر میگردانید خب ما و شما دقت کنیم در هنگام عمل دم و بازدم بدن ما و شما چه تغییراتی میکنه برای از اینکه ایر خوب متوجه بشید چشمایتان ببندید یک نفس عمیق بکشید هر چقدر میتونین نفس عمیق بکشید خود شما میبینین در هنگام عمل دم و نفس عمیق کشیدن قبرقه یا دنده های ما و شما به بیرون حرکت میکنن و دیافراگم یا هجاب حاجز که در این شکلم شما میبینین یک پرده سرخ رنگ هسته به سمت پایین حرکت میکنه. ای هجاب به یا دیافراگم در حالت عادی گمبدی شکل هسته که در سیستم حازمه گفتیم احشای شکم از قفسه سینه جدا میکنه وقتی ما و شما عمل دم میخواییم انجام بدیم حجم قفسه سینه باید زیاد شود پس دنده ها یا قبرقه ها به سمت بیرون و دیافراگم یا هجاب حاجز به سمت پایین حرکت میکنه تا شش ها باز بشه و اکسیژن به داخل خودش بکشه خب اکسیژن هم در بیرون زیاد است فشار اکسیژن در هوا زیاده در داخل شش ها یا ریه های ما و شما کمه طبق پدیده انتشار به طور خود به خود هوا از بیرون به داخل شش ها می آید در بازدم چه اتفاقی می افته؟ پس دوباره یک نفس عمیق بکشین و یک بازدم بله قورقه که در دم به سمت بیرون حرکت کرده بود در بازدم برمیگرده به سر جای خود و دیافراگم یا به حاجز که به پایین رفته بود پس دوباره بالا میه بالا آمدن دیافراگم یا هجاب حاجز و برگشت قبرقه ها بالت اول حجم قفسه سینه را کم میکنه تا کاربون دایاکساید موجود در ششها را به بیرون حل بده طبق پدیده انتشار باید کاربون دایاکساید فشارش در دا داخل داخل های ما و شما زیاد باشه نسبت به بیرون تا خود به خود سمت بیرون حرکت کنه حالا از این تصویری که در مانیتور هم برای شما نشان داده میشه با کمک از این فلش های سبز رنگ حرکت دنده ها را نشان دادیم در دا سمت راست عمل بازدم هسته. فلش های سبز رنگ نشان میده ابرقه ها و دنده ها به سمت اولیه برمیگرده دیافراگم از پایین به بالا میاد هر دو به کمک یکدیگر فضای قفسه سینه را تنگ میکنه و در تصویر سمت چپ عمل دم نشان میده در عمل دم دنده ها به بیرون و دیافراگم به پایین حرکت میکنه ای عمل دم و بازدم هست که هم دم و بازدم با یکدیگر یک عملیه تنفس گفته میشه پس فراموش نکنید تنفس یک دم یک بازدم هر دو در کنار یکدیگر، ورود هوا و خروج کاربون دایوکساید را یک عمل تنفس یاد میکنن اما شاگردای خوب ما ما و شما چقدر تنفس داریم همینجا یک سوال از شما بپرسم تنفس یک عمل ارادیه یا غیر ارادی آیا در کنترل ما و شما هسته یا نیسته؟ این میتونیم امتحان کنیم شما اراده کنید چند لحظه نفس نکشید کی میتونه نفس خود بیشتر نگاه داره میبینین که یک کمی ما میتونیم اما وقتی دیگه از کنترل ما خارج شد دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم نفس دوباره نفس میکشیم یعنی تنفس هم عملی ارادی و هم عملی غیر ارادی هسته اما در یک دقیقه چند بار ما و شما نفس میکشیم اگر ما یک شخصی را که خود از او اطلاع نداره یعنی خود از او نمیدانه ما نفس های از او را بشماریم میبینیم که یک فرد بالغ در یک دقیقه دوازده الا بیس بار نفس میکشه اما توجه کنین که دم و بازدم یک حرکت بگیریم حالا ما برای شما میگم اگر تنفس یک نفر خواستید شمارش کنین امروز مثلا دست خواهر یا برادر خود بگیرین و این دستش رو بر روی قفسه شی بگذارید و به او بگید که ما نبضش داریم میشماریم و زیر دست خودتان حرکت قفسه سینه را بشمارید یک بار بالا رفت پایین آمد یک حرکت حرکت دوم حرکت سوم این میشه تعداد تنفس یک فرد بالغ که باید 20 دانه باشه یاد شما نره بچه هر چقدر سن کمتر باشه یعنی در اطفال و در نوزادان تعداد تنفس از بیشتر بیشتره در کودکان به چهل تا هم میرسه در هنگام خواب تعداد تنفس های ما و شما کمتره اما در بیداری تعداد تنفس های ما و شما بیشتره نفس کشیدن زن و مرد هم فرق میکنه زنها تعداد تنفس های از اونا زیاده ولی اکسیژن کمتری به ریاه ها میرسه در مردها و در ورزشکارها تعداد تنفس ها کمتره ولی عمیقتره با تعداد به جایی که مثلا 20 تا نفس بکشه اینا 15 تا تنفس را انجام میدن ولی اکسیژن زیادی را وارد ریاه های خودشان میکنه. پس فراموش نکنید یک فرد بالغ دوازده الا 20 بار در یک دقیقه نفس میکشه حالا ما و شما انتقالات گازات تنفسی رو در خون ببینیم که ما در جلسه گذشته خواندیم که سطح تبادل گازها در دا داخل کیسه های هوایی هستند در کیسه های هوایی هم در جلسه گذشته گفتیم که اکسیژن وارد خون میشه و کاربان دایکساید دا از خون خارج میشه حال امروز میخوایم ببینیم بعدش چی میشه اکسیژن که در خون وارد شد کجا میره و کاربون دای برای خارج شدن از خون باید چه تغییراتی را انجام بده حالا ما و شما ابتدا سر تخته میریم تا یک چیزایی را بخوانیم باز پس میاییم و ما بقیه مطالب اسلاید خوده میخوانیم این انتقال گازهای تنفسی را ما داخل یک مورک خونی برای شما نشان میدم سطح تبادل گازهای تنفسی در کیسه های هوایی این یک کیسه هوایی بود در داخل کیسه های هوایی ما پر اکسیژن هست اکسیژن داریم یک مویرگ خونی هم در دور از این پیچیده حالا ما یک قسمتش بیشتر نشان نمیدیم که وقتی ما و شما گرفتن نشه در داخل خون یا مویرگ ما چیزایی هسته مثلا کاربون دایوکساید یه کاربون دایوکساید میخواد خارج بشه از داخل خون ولی اکسیژن باید وارد شود اما این خون چی نقشی در دا اینجا داره شاگردای خوب ما دقت کنید که خون خودش چی هسته از نظر کیمیاوی مایه هسته خون دو بخش داره یک بخش جامد و یک بخش مایه. بخش جامد خون همو کرویات خونه و بخش مایع خون که به نام های مختلفی من جمله پلازما سروم و خوناب همه از اینا شامل بخش مایع خون هستن این بخش مایع خون حدودا پنجا و پنج فیصد وزن خون به خودش اختصاص میده و بخش جامد خون چهلو پنج فیصد اختصاص میده ما در داخل خون سه نوع کرویات داریم کرویاتی که در دا داخل خون هسته یا کرویات سفیده یا کرویات سرخه و یا صفحات دمویه صفحات دمویه بعضی صفحات دمویه پلاکت هم گفته میشه اما هر کدام از اینا وظایف خاص خود داره کرویات سفید در دفاع بدن نقش داره همو سربازای بدنه صفحات دمویه در انقاد خون نقش داره اگر جای خون ریزی باشه اگر جای خون لخته شده باشه اگر فردی دچار مشکلات داخلی از نظر خونی خون ریزی و احشای داخل بدن باشه او صفحات دمویه اونجا فعال هسته اما کرویات سرخ خون ای کرویات سرخ خون هسته که در نقل و انتقالات گازهای تنفسی شرکت داره حالا ما و شما میخوایم این کرویات سرخ خونه بیشتر بخوانیم چون مربوط درس امروز ما هسته خب پس ما ما معلومات خود پاک میکنیم کرویات سرخ یک چیزایی را در رابطه با کرویات سرخ خون باید بدانید او ای هسته که کرویات سرخ ما و شما هسته ندارن ای بسیار جالب هسته اگر حجره هسته نداره یعنی خودش نمیتونه تکثیر پیدا کنه نمیتونه تقسیم بشه و جالبتر ایه که بینه بدانید که عمر کرویات سرخ 120 روز بیشتر نیست یعنی کرویات سرخ ما و شما هر 120 روز عوض میشه تغییر میکنه پس اینا هم که هسته نداره در کجا ساخته میشه انشاءالله در کتاب بیولوژی سالهای بعد میخوانیم در مغز استخوان مغز استخوان ما و شما یک سری حجراتی داره به نام حجرات بنیادی که کار از اونا ساخت یکی از کارهای از اونها ساخت کرویات سرخه پس کرویات سرخ خون هسته نداره مقعر و طرفین کرویات سرخ مقعر و طرفین است یعنی شکل از اونها حالتی هسته که ما اونا را وسطی از اونا را فرو رفته میبینیم مانند یک بشقابی که از پهلو به اونا نگاه کنیم چون هسته نداره وسطی از او فرو رفته هسته. باز که برگشتیم در سر اسلایدا بر شما نشان میدیم خب این کرویات سرخ خون دارای یک بخشی بسیار مهمی هست به نام هموگلوبین ایرا خوب خوب دقت کنید هموگلوبین از دو بخش درست شده یکی هم هم همو آهن بچه ها یکی گلوبین که در واقع هست گلوبولین یک نوع پروتئین هست این ای دوتا با یکدیگر ساختاری را می سازه به نام هموگلوبین هموگلوبین چی کار میکنه؟ هموگلوبین اکسیژن ها را به خودش میگیره این گازای تنفسی یا اکسیژن هسته یا کاربون دایوکساید هسته اکسیژن بیشتر ترکیب با هموگلوبینه هموگلوبین یعنی این هموگلوبین اکسیژن میگیره و در دا داخل خون نقل و انتقال میده اما کاربون دای بیشتر در دا او بخش مایه خون بود که عمالی گفتیم پلازما، سروم یا خوناب نام دارد پس این کاربون دای بیشتر به بی صورت محلول بی در سروم یا پلازمای خون جابجا میشه این نکته بسیار بسیار مهمه و سوال کنکور داره زیاد پس هموگلوبین دو بخش داره هم به معنای آهن و گلوبولین که یک نوع پروتئینه این دوتا با یکدیگر دیگر اکسیژن در داخل خون جابجا جا, جا میکنن پس اگر سوال کنن اکسیژن بیشتر به چه صورتی در خون جابجا جا میشه میگیم به صورت ترکیب با هموگلوبین اما اگه سوال کنه کاربون دی اکساید بیشتر چگونه جابجا جا میشه کلمه بیشتر خیلی مهمه چون کاربون دی اکساید یک مقدار کمی با هموگلوبین هست اما بیشتر در خون ما به صورت بیکربونات در پلازما جابجا جا میشه ای که ما گفتم یک کمی ترکیب میشه در فصلهای های سرد سال ما و شما میبینیم اگر خدایی نکرده در دا داخل یک خانه برای گرم کردن خانه سوخت هر نوع سوختی را که استفاده بکنه و کاربون دی اکساید حاصل از این سوختن کامل نباشه یعنی اکسیژن اول اونجا کامل نباشه به جای کاربون دی اکساید ما کاربون مونو اکسایده داریم یعنی به جای co او CO او یا کارب مونو اکسید کربن رو داریم ای میایه و خود به هموگلوبینا میچسپانه وقتی ای خود به هموگلوبینا چسپان دیگه هموگلوبینا نمیتونه اکسیژن جابجا به جا کنه در نتیجه این افراد دچار مرگ خاموش میشن یعنی خدایی نکرده در خواب اینا میمیرن به کم کمبود اکسیژن پس زیر باید دقت داشته باشیم که حتما در فصلهای سرد سال بخاری هایی که در خانه برای گرم کردن استفاده میشه حتما دودکش داشته باشه و تهویه هوا و برور مرور هوا در دا داخل خانه حتما انجام بشه که اگر اکسیژن کم باشه او سوخت خوب نمی سوزه اگر خوب سوخت کاربون دایکسای تولید میشه که از لوله های خان... خارج میشه اگر خوب نسوخت مونوکسید کربن یا کربن مونوکساید تولید میشه یعنی یک اکسیژن کم داره و ای اگه در فضای خانه پخش بشه ای تمایل بسیار زیادی با ترکیب شدن با هموگلوبین داره دیگه اجازه نمیده که همو اکسیژن کمی هم که در اتاق هست به وسیله هموگلوبین جابجا جا بشه در نتیجه خدای نخواسته کدام مشکلی را پیش نیاره یک موضوع دیگرم هم شاگردای خوب دقت داشته باشین که همه آهنی که در ساختمان هموگلوبین وجود داره بسیار بسیار مهم هسته یک نوع کمخونی را که ما بسیار زیاد هسته و در رژیم غذایی ما و شما مربوط میشه کمخونی ناشی از فقر آهنه یا آنمیه که باز که فصلهای بعدی در فصل گردش مواد با او بیشتر و به طور مفصل آشنا میشیم خب پس اینجا اکسیژن و کاربون دایوکساید از طریق خون در مویرک ها جابجا میشه و خود به حجرات بدن ما میرسانه به سر تا سر حجرات بدن چی یک حجره در جلد پای ما باشه چی یک حجره در مغز ما باشه چی یک حجره در عضله قلب ما باشه او برای که فعالیت خود انجام بده اکسیژن ضرورت داره و این اکسیژن برای سوختن گلوکوز و تولید انرژی در عملیه تنفس لازم و ضروری هسته که از طریق هموگلوبین جابجا میشه و خودم میرسانه کاربون دایوکساید هم باز از طریق بیکربونات پلازما جمعآوری میشه و در عمل بازدم از داخل ریاها خارج میشه و به محیط بیرون برمیگرده حالا ما برای شما قول داده بودم که ایره در اسلاید در مانیتور کرویات خونه شما در دا داخل یک نمونه مویرک ببینین این رنگ سفیدی سفید را که میبینین اینا کرویات سفید خون هسته و این کرویات سرخی را که در قسمت وسط از اونا یک فرو رفتگی یا یک گود بخش می میبینیم اینا کرویات سرخ خون هسته خب حالا ما و شما امروز با چند تا از امراض سیستم تنفسی آشنا میشیم یکی از خوبی هایی که کتاب بیولوژی سنف نهم داره که برای شما جذاب هم خواهد بودی هست که در هر فصلی که ما او فصل میخوانیم او سیستم یاد میگیریم با او آشنا میشیم در پایان از او فصل امراض همو فصل هم همو سیستم را هم ما و شما میخوانیم که ای برای ما و شما تشویق کننده و در زندگی روزمره ما و شما هم کاربرد داره یکی از شایع ترین امراض سیستم تنفسی بیماری سرماخوردگی یا ریزش هسته. حالا بریم با یک دیگر با ریزش بیشتر آشنا بشیم شایع ترین و فراوان ترین بیماری سیستم تنفسی ریزش هست فراموش نکنید که عامل ریزش یک نوع وایرس هست ما در بدن ما امراض مختلف هسته عامل این امراض فرق داره بعضی را توسط بکتری ها ایجاد میشه بعضیها ای توسط وایرس ها یا ویروس ها ایجاد میشه و تشخیص نوع از اینا مهمه چون داروها و دواهایی که برای درمان از اینا استفاده میشه هم با یکدیگر فرق میکنه خب این وایرس یا ویروس سرماخوردگی در کجاها هسته اینها از طریق هوای آلوده اگر یک فردی در نزدیکی ما و شما ریزش داشته باشه سرما خورده باشه و در او هوا تنفس کنه با عمل بازدم خودش ویروس سرماخوردگی را در هوا پخش میکنه و ما و شما هم با نفس کشیدن ای ویروس وارد بدن خودمان میکنه ای ویروس بیشتر از همه در دا داخل لعاب دهان و در افرازات بینی قرار داره و همراه صرفه کردن و حدسه کردن در محیط پخش میشه و بسیار بسیار هم مصری هسته از یک فرد به فرد دیگر پس دقت زیادی رو در مورد سرماخوردگی داشته باشیم در پایان هم باز راه های وقایه یا پیشگیری را برای شما میگیم بیماری بعدی یا مرض تنفسی دیگه یک کمی شدیدتر از سرماخوردگی یا ریزش هسته و او آنفولانزا نام داره خب همونطور که در تصویر میبینیم در این مانیتور ما برای شما نشان میدیم که کسی که سرما میخوره تب و لرز نداره یا سرفه و عدسه داره و ریزش اما کسی که دچار آنفلانزا میشه همینطور که در شکل ما میبینیم دچار تب شدید هسته عامل از این هم وایرسه اما از یک نوع دیگه یک خانواده دیگه ای از ویروس هایی که ایجاد سرمخوردگی میکنه آنفولانزا را ایجاد میکنه که وقتی فردی مبتلا به آنفولانزا شد علاوه بر سرفه و علاوه بر عدسه یک سری علائم دیگه من جمله تب شدید داره سردردهای شدید داره افرازات افرازات رقیق و قلیز هم از بینی و هم از داخل مجاری تنفسی داره اینا در بینی خودم احساس سوزش میکنه سردردهای های شدید هم گفتیم داره خب بیمارانی که مبتلا به آنفولانزا میشه اولا که باید حتما به دکتر های محترم مراجعه بکنه در کنار مصرف ادویه های توصیه شده ای که دکتر برای از میده استراحت کافی و تغذیه مناسب حتما حتما باید در نظر داشته باشه چون که بسیار از بیماری های وایرسی درمان قطعی و همیشگی ندارن و هر کس بدنی سالمتر و بدنی قویتر داشته باشه بهتر با این بیماری ها مبارزه میکنه و یکی از قوی بودن و سالم بودن بدن ما و شما ضرورتش غذایی هست که ما و شما مصرف میکنیم اما بیماری دیگه به نام بیماری توبرکلوز یا سل هست که یک بیماری خطرناک و مصری هسته خب شاگرد خوب قبل از ای که بریم و ویژگی ها یا علائم و درمان تابرکلوز یا سله بخوانیم خوبه که ایره بدانیم که یک چهارم جمعیت کل جهان مبتلا به سل یا تابرکلوز هستند اما درجات از این فرق میکنه در بعضی از افراد به صورت بسیار ضعیف و در بعضی از افراد بسیار شدیده و حتی اگر عمل واکسیناسیون به موقع و به درستی انجام نشده باشه حتی اینا منجر به مرگ افراد زیادی در یک سال هم میشه خب بریم ببینیم که تابرکولوز یا سل چگونه است و چه علائمی هم داره بیماری سل با نام علمی توبرکولوز هسته که همونطور که در تصویر شما میبینید در دا داخل ریه‌ها یک سری بکتری های میلهی شکلی حضور دارن ای بکتری ها نامش هست مایکو باکتریوم توبرکولوزیست دیگه کم کم شما علم اطلاعات طبی شما در حال زیاد شدن ها. باید نام از اینا هم خوب خوب یاد بگیرید عامل بیماری سل یا تابرکولوز چیست؟ این میتونه سوال کنکور باشه مایکو باکتریوم توبرکولوزیست به خاطر نام همین باکتری هست که نام از این بیماری هم شده تابرکولوز خب چگونه این بیماری در جامعه پخش میشه؟ این بیماری راه های انتشار و پخش از او و سرایت از او زیاده علاوه بر این که در یک جا اگر کسی تابرکلوز یا سل داشته باشه از طریق تنفس منتقل میشه از طریق تماس با فرد بیمار مثلا اگر کسی سل یا تابرکلوز داره ما نباید در یک ظرف مشترک با او غذا بخوریم از یک قاشق یا یک گلاس یا یک بشقاب مشترک استفاده کنیم حتی در خواب و استفاده از توشک بالشت و پتوی هم باید دقت کنیم لباس های از این افراد بهتر هسته که در دا داخل آب جوش جوشانده بشه یعنی جداگانه شسته بشه چون بیماری خطرناکی هسته و وقایش هم سخت هست اما فراموش نکنیم اگر ما واکسن ها را به موقع انجام بدیم میتونیم از این خطرها در امان باشیم اگر خدا اینا کرده کسی از اعضای خانواده شما مبتلا به سل یا توبرکولوز شد داروهای از رو باید به موقع بیمار بدیم غذاهای مقوی برای از او تهیه بکنیم و حتما او را در یک اتاق دیگه جداگانه از سایر اعضای خانواده نگهداری کنیم تا انشاالله پروسه درمانی از او طی شوه و یک چیز خیلی مهمیه که با بیماری که توبرکولوز یا سل داره روبوسی و بغلکشی هم نداشته باشیم علائم توبرکولوز یا سل چطوری هست ما چگونه ای رو تشخیص بدیم از کجا بفهمیم که یک کسی توبرکولوز یا سل داره این علائمی که ما برای شما گفتیم این علائم کمک میکنه به بزی... خاطر از ای که ما شک کنیم به توبرکولوز یا سل اما تشخیص قطعی را آزمایش یا لابراتوار میده باز دکتر سایبا وقتی یک کسی میگه همه علائم هم ما داریم برای که مطمئن بشه این فرد مبتلا به تابرکلوز سل شده او را به لابراتوارها روانه میکنه و در اونجا یا از طریق خون یا از طریق نمونه های بلغمی که جمع آوری میشه و رنگامیزی میشه مایکوباکتریوم توبرکولوزیس باید ببینن و تشخیص بدن پس کار لابراتوارها هم بسیار بسیار مهم هسته خب علائم توبرکولوز چی هسته؟ صرفه دوامدار یک نفر هست که همیشه صرفه میکنه سرفه های شدید داره همراهی ای سرفه ای فردی که مبتلا به تبرکلوز یا سل هسته خستگی، بیحالی و ضعف همیشگی را داره وقتی سرفه میکنه بلغم های اونا خونی هسته یعنی اگر دستمالی داشته باشه که در هنگام سرفه حتما باید در جلوی دهان خود بگیره بعد اگر نگاه کنیم قطرات خونه دستمال اینا میبینیم اینا درد شدید را در قفسه سینه و قبرگاه های خودشان احساس میکنن مخصوصا در شب تب و درد شدید شبانه را اینا دارن و لاغری بسیار بسیار شدید هسته که شکل یک فرد مبتلا به تابرکلوز همه برای شما نشان دادم خب اگر فردی مبتلا به ای علائم باشه حتما به توبرکولوز باید شک کنه و برای تشخیص قطعی از او به دکتر سایبا مراجعه بکنه اما راه های پیشگیری و راه های وقایه چی هسته؟ امراض تنفسی گفتیم بسیار مصری هسته ما و شما چی کنیم که به این بیماری ها کمتر دچار بشیم باید توصیه های اطرافیان خود ما را توصیه های معلم صاحبا دکتر صاحبا توصیه های پدر و مادر خود جدی بگیریم در رابطه با سیستم تنفسی به خاطر انتشار ویروس کرونا طی دو سال اخیر همه ما و شما با این راه ها آشنا شدیم در هنگام صرفه و حتما از دستمال استفاده کنیم اگر دستمال نبود از دست خود همینطور به جلوی بینی و دهان بگیریم دست و صورت خود با آب و صابون و مخصوصا دستها را به طور مکرر با آب و صابون بشوییم و از مواد ضد عفونی کننده استفاده بکنیم دست خود به نواهی مثل چشم و دهان خودمون نزنیم و در اماکن عمومی اگر دیدیم که کسی صرفه و عدسه داره حتما ما و شما از ماسک استفاده کنیم و شاگردای خوب ما فراموش نکنید که زمانی که دوچار سرماخوردگی میشین در اماکن عمومی کمتر حاضر بشین ما و شما به سلامت دیگران هم باید اهمیت بدیم اگر میبینیم سرما خوردیم اگر میبینیم هر بیماری ری که داریم و او بیماری خطر سرایت به دیگران داره حتما حتما باید وقایه داشته باشیم راه های جلوگیریش بدانیم و از حضور در اماکن عمومی مثل مدارس، مکاتب، مساجد و مجالس خانوادگی اونجا حاضر نشیم اونجا حضور پیدا نکنیم خب شاگردای خوب ما درس ما و شما امروز در اینجا به پایان میرسه انشالله که چیزای خوب و جدید زیادی را یاد گرفته باشید اگر کدام سوال چیزی برای شما بود از طریق شماره واتساب 2964 780 255 40 13 از ما بپرسید انشاءالله ما برای شما پاسخ خواهیم داد تا جلسه بعدی همه شما عزیزانه به خدای بزرگ و مهربان و یک تا می سپارم خدا حافظ همه شما عزیزان